با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا، خدمت شما چند تا خبر میخونم، بعد راجع به بحث زندان رژه شهر صحبت میکنم که چرا تخلیهش کردن و یه تو کتیب دیگه خوبم خواهم دیشه که بحث لواط هست صحبت خواهم کرد و این سه مسئله دیگه هست. عضو کمیسیون انرژی مجلس، حداقل 10,000 مگاوات برق کمبود برق داریم، با تا نیمه شهریور تحمل کرد. هادی بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی میگوید اگر برق مصرفی همه اداره در کل کشور خاموش شود فقط 3,000 مگاوات برق در شبکه آزاد میشود و که باز هم 7,000 مگاوات کسری برق در کشور خواهیم داشت. او در گفتگو با سایت مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال در تاثیر تعطیلی‌های سراسری ادارات در کاهش مصرف برق تصدیق کرد تعطیلی ادارات هیچ تأثیری در کاهش مصرف برق ندارد. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه کمبود برق تا 15 شهریور ادامه خواهد داشت افزود باید مدیریت کنیم تا این تازین بحران خارج شد. خب خدمت شما هستم که خواهی بکنم برد. کشف فساد اخلاقی در عالی‌ترین سطح نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه گیلان. حامد اسماعیل‌زاده امام جمعه سابق شهرستان خمام و نماینده ولی فقیه در دانشگاه گیلان با یک طلبه افشا شد. چت و عکس منتشر شده این فرد خیلی مشمئز کننده هستند. معیار انتخاب نماینده ولی فقیه و مبلغ دینی حکومتی چیست که بعضی این طور علاقه به لواط دارند؟ بذار همینجا بحث سپاس کنم و اخبار سپاس کنم. ببین دوستان، اینها از دوران طلبگی این مسئلهشون هست. فقط یک توضیح هم تاکید به قبلتون دادم. ولی جالب رفتن کار تحقیقاتی کردن، کلیپ گذاشتن، صحبت کردم. چقدر جالب، خیلی جالب. رفتن از اینجا رفتن چسبن به دوران صدر اسلام. رفتن بعد از پا فتح گذاشتن سراغ سقراط و ارسطو و بقراط و افلاطین که اون زمان همین مسائل بوده. و خلاصه خیلی ها از اصحاب امام حسین، از اصحاب اون اصلا همه رو اوردن چستن جمع کردن من دیگه توجیه کنه که عمل خودشون ها چرای دور هست. همین سوره برد سوره لواط که هست تو آیه قوم لوط هست که تو قرآن که چرای دور میرید. شما یه کار تعریف کنم براتون، شاید اولین بار باشه اینجا یا گفتم بعید میدونم چون من تعریف نمی کنم خود خوش فرم نیست، اما حکایت این هاست مجبورم بگم با سانسور این وقت بگم. توی یکی از محله های یکی از شهرها یه مادر پسری بودن و پدرشون از رو کار بنده بوده میفته و فوت میکنه. این پسر 7-8 ساله بوده که داییش میاد از آلمان ایران و به مادرش میگه من میبرم پیش خواهد درس میکنه، این میره آلمان. اسم مادر باختر بوده و بعد توی خونه آجابای بوده و کار میکرده، خونهش نزدیک هم بوده. بعد از 7-8 سال بچه خودش رو دفته اصلاش میشه، دایی شماعی میکنه که بره ایران و بره اون شهر و این مادرش رو ببینه. تا اون نامه هایی که بره مادرش میفرستده یا میامده از آدرس همین خونه همه آجابای بوده. این واقعیت داره، این داستان این واقعیت چون از زبان کسی شنم اینه بوده 30-35 سال پیش که در غیر حد اصلا، ولی خب در ثبت اختراعات ایران بودن این مسئله سر سوالی واسه من. واسه من چند نفر دیگه. این پسر واسه به اون آدرس میاد و میاد و میاد نزدیکای غروب میرسه به در خونه حاج آقای. در میزنه و بعد حاج آقای دم در. یعنی چه پسر خوشگل و خوشتی بود. جوون میگه بفرمایید. میگه باختر خانم هستن، باختر چه اسمش هستن؟ میگه شما میگه پسرش میگه به به بچه پسری بفرما تو. بله میان رفتم بیرون رو بگیرم میان. میره تو حیاتو از درخت چند تو گیلاس میکنه و تو آب میزنه بیمیده بخور و خواسته برای طبقه بالا خواسته بشینم میده صحبت کردن. مرتب رو پای پسری میزنه، پای پسری دست میزنه، پسر میزنه چه پسری چه فلانی باختر چه پسری داشت از این حرفا. بعد میگه پسری تو باغ نیست. میگه عکسی میبینی؟ میگه بله. میگه اون خان عمومه است.
تمام بالا چارباغ مال اون است. میخوب میگه هم بچی گاش میذاشت چفتیم چی میگه همه جای های این اون خاندایی این کیکه این کیکه هر چی میگه تو باغ نبوده دیگه. بعد فلان جا مال اونه فلان جا مال اونه هم بچی گاش میذاشت است. احتمال شهرزا بوده اگه یادم افتاد. خلاصه هر چی میگه میگه اصلا تو باغ نیست این پسر، اصلا حالش نیست چی به چیه. میگه حج خانم؟ میگه بله. میگه اون آلبوم خونه باید دیگه ماره بیاد. حج خانم میاد، من خلاصه به خورده با چیز میگم میاد. حج آقا میگه، حج آقا میگه بله. میگه اگه بچی مردم اهلش هست، اهلش هست و میذاره اون اتاق اون تو دیگه همه فامیل و فرانکاره نکن، همه فامیل دیگه چیز نکن که این اونجوری اینجا همه خریج خراب بودن. حالا حکایت این هاست، شما تو خودتون هرچی هست کافر اول به کیش خود بندارد. همین چند روز پیش بودیاد تو باشد تو دانشگاه رشت، اون آقا میگفتش که من تمام شما بدجا متنفرم، تمام شما بدجا متنفرم. اینو تمام در اعتماد خود خامنه‌ای هم هستن. خامنه میدونه این مسائل رو، چون جزء این قوم هست، جزء این قوم لوط هست و اینا کارشون همینه. خداوند یه آخر کار چجور آبرو اینا رو برد. من بشه گفتم گفتم عاقبت خیری مهم هست. حالا از بوشهر بگیر تا اونجا همه همه اینجوری هستن. و جالب اینه وقتی اینا عادت کردن این مسئله و احتیاط یه قضیه پیدا کردن دیگه ابایی هم ندارن از گفتنش. خیلی از اینا رو من میشناسم، دورا دور نزدیک شنیدم که متاسفانه سگ و فلان 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 رو خودشون میکشن چون عادت کردن به اون عمل و یه جامعه که درست کردن. اینجوری خداوند آبشون میبره، پدرشون در میروز باشن سیاه میکنه. توی طلبه ها بالغ بر 90% این کار هستند، یعنی این کار خاصی کردن. حالا بعد اومدن بیرون ادامه داره نه کار ندارم، ولی تو همون سن عادت میکنن. یک آقای روحانی تعریف میکرد، میگفتش که یکی از این مسئولین کشور قرار به یه جا سخنرانی بکنه، تلفنش دیر نشست و بعد یه آقای جوانی طلبه بالای گفت برو بالا با من صحبت کن. این رفت بالا و گفت آقای پایین بود مسلم بود، گفت آقای نه بفهم شما خواهش. این رفت بالا و شروع کرد حدیث گفتن و روایت گفتن و حکایت گفتن. میگفت پایینه تشکر احسن ماشاءالله آفرین به تو، خیلی خوشحال میشم. حدود 40-45 دقیقه این حدیث و اینا یکادی های پایین باری کرده احسن باری کرده به تو آفرین به تو، خواسته بیشتر تشریف میشد. این آجاقای پایینی خیلی مستنه تشریف هونه اینا. خواسته بعد 45 دقیقه اینا سوهانه اومد به قول معروف اومد و بعد دیگه به این گفتن که بیا پایین و آمد پایین و نشست بعد از همین آقایی که به اصطلاح چیت میکرد تشریف میکرد اینو. خواجه خیلی ممنون دست شما درد نکنه، خیلی تشویق کردین برای من، انگیزه شد برای من، چیز شد که خیلی ادامه بدم این کارا. گفت من نمیگفتم احسن به تو، گفتم احسن به طاقت تو. گفت چطور؟ گفت ما تو حوزه میدونیم هر کسی که خواسته چند بار این کار باش بکنن یه حدیث یاد میگیره، بهش میاد یاد میدم. گفتم چقدر طاقت داشتی تو غذایا اینا. باز یه واقعیت تلخ به جور دیگه است. ذاتشون همینه، ذاتشون همینه، ذاتشون همینه. چون اونجا توزه دوستان رفتن حجره شده اینا تو حجره کوچیک بغل هم میخوابن. خب یواش یواش دیگه کار کار نداره. وقت اینها مملکت بخوان اداره کنن، اینها بخوان کارا بکنن، خب میبینیم که دیگه بچه اطلاعات هم گوشن پشت حسابی ها. بچه اطلاعات به خامنه ای گفتن زاره گوش نکرد، یکی دا اینا به در میره پروندهش در میرن. یا مثلا جریان قبلی که نشون دادن از دور گرفته بودن گفته نه ما نگاه کردیم فیلمشو این ملعبه بوده، اصل فیلمشو بذار پخش کردن. اینو خیلی خوبه. بله میخوام خدمت رو عرض کنم که اینجوری هم آبوشون میره، هم با خاکی که میشن هم سریعتر میرن از سلا سافر جایی که باید بروند. بله. آتش سوزی و انفجار مین در اطراف اوین، خانواده زندانیان در دل ما آتش برپاس. خلاصه آتش سوزی شده و صدا انفجار می اومده.
پهپادهای اوکراین با طی 740 کیلومتر به رزنا و روسیه حمله کردن. خب اینا از تو صحبت میگم، ولی میخوام بگم که اون از اونجا به دنجا هم دیگه بزنید خواستن رزنا و اینا چیزی هست از بین بره با تو نوسادی میخوام بکنه. اما بعد خسارت زد که میخوام بگیرم دیگه اون رونمای از پهپادهای سرنگون شده ساخت ایران در وزارت دفاع آمریکا در اوکراین سرنگون شده بردن اونجا به نمایش نشون بده که هست که بعد در محفی گفتن برسن. انجام روزنامه‌نگاران زن تصمیمات مجلس مملکت رو به خاک سیاه می‌نشاند. به بحث لایحه حجاب هست دیگه، این خودش میگن دیگه. یک بانک آلمانی به دلیل احتمال پولشویی از ارتباط با جمهوری اسلامی منع شد. نیروهای پلیس ترکیه 17 عضو داعش را در استانبول دستگیر کردند. دوره رئیسی تکذیب می‌کند. گرانی نان در چند استان دیگر دیده شد. تاج‌زاده مسئولیت پیامدهای شوم بازگشت گشت ارشاد در عهده خامنه است. البته خود اینها بودن زمان خودش. همین تاج‌زاده معاون خاتمی بود توی وزارت کشور توجه کرد. فکر نکنید اینا رو زمان خودشون اصلا توزن حسابی حالا از این مدی افتادن دیگه. حملات اوکراین به شهر بندر روسیه در دریای سیاه هدف مرکز اصلی صادرات روسیه است. مقام محیط زیست ایران به طور ضمنی روسیه را مقصر کاهش آب خزر دانست. این جریان آب خزر دوستان اونه که خود قریب‌تر میدونم قبلا چند متر پایین تر بود. بعد اینکه روسیه هماهنگ کرد آب ولگار بلگار ول کرد و آمد پر یکی از پر رودخانه پر آب دنیاست و سطح آب دریا آمد بالا تا جایی که حدود 20-30 متر اومد توی زمین ها و خونه بود خراب شد، هرچی بود خراب شد اومد بالا. الان من رو بکرد کارشان صحبت میکردم میگو باور کار خود این هاست، میخوان آب کم بشه عقب نشی بشه به زمین رو بفروشن به این دریوز دیگه افتادن که راجع به زندان رجشان صحبت توی من صحبت خواهم کرد. کارشناسی شما گفت باور کن با هم بدی اینا همون سال که آمد بالا حالا میخواست زمین رو عقب شدن اینش رو بفروشن. در مورد سالگرد قیام مهسا حکومت خیلی ترسیده، بادم بترسه خود دستشو گم کرده، کشور دیگه هم ترسیدن که من صحبت خواهم کرد و علت چه میگم چی هست. ولی عجب که ابتکار شاسته به خرج دادن، عجب شاهکاری کردن تو دل همین ها خالی شد. میده اون روز مردم حرکت میکنه یه روز خب از قبلم وقت گذاشتن هماهنگ کردن برای اون روز، روز آخر حکومت خواهد بود اگر تا اونجا برسند تو خودشون ساقط نشند دیگه. تمرکز هم داشته چیکار میکرد؟ هیچ کار داشته اینجا هر چیزی هست به اینجا نوشته که یکی از نماینده مجلس گفته اگر این فنر در بره عظما و نظام بر باد هواست. عکس هم انداخته و که درم میره. داعش مرگ رهبر خود را تایید کرد. یک نفر دیگر در جانشین قریشی شد. کشور ما ایران از مجموعه 15 کشور اروپایی بزرگتر است. ایران 56 برابر کل اروپا نفت و گاز کشف شده دارد. ایران 38 برابر اروپا ذخایر معدنی دارد. جالب است بدانید که ایران به تنهایی با کل قاره اروپا از کل قاره اروپا ثروتمندتر است. اروپایی‌ها باید ایران مهاجرت کنند و اتفاق خواهد افتاد شک در قصه نکنید. حالا می‌دوزیدن ولی آخر. تر توسعه میدانی یادآوران کارفرمای اصلی شرکت مهندسی توسعه نفت، کارفرما شرکت سینوپک، پیمانکار شرکت اندیشمندان جنوب. خروج کامل چینی‌ها از میدان نفتی یادآوران، دلیل خروج تحریم آمریکا که دروغ هست. من دلیلش رو خواهم گفت که کلی بعدی. فرزین رئیس بانک مرکزی تورم به 30% میرسد. البته راست میگه ها، اینا میتونم در این وقتی نقطه وقت حساب میکنن. مثلا میخوام بهتون بگم مثلا برفرض تورم مثلا
یخچال ساید بای ساید جواهر چی تیک چی یکی مرتبان خریدش ندارم، این گروت از حد دیگه نمیشه، کسی نمیخره. اما نون میشه اینقدر، گوشت میشه اینقدر، مرغ میشه اینقدر، اون نمیگن. راغفر که کارشناس اقتصادی هست گفته که اقتصاد ایران فرو میپاشد، شکی درش نیست، بدون برو برگرد هیچ چه جور دیگه نمیتونه کمک کنه. وزیر خارجه کوبه در میانه تنش ها بر سر میدان قاضی آرش به ایران دعوت شد. اند زلالت و بدبختیشونه. آقای محمد جواد آذری جهرومی، نه جان مادرت بیار، گفته که تکلیف برای بر خود برای شرکت در انتخابات مریض حس نمی کنم. آفرین به تو. جالبه که این دفعه برای اولین بار به تمام مردم ایران اعلام کردن برای مریض ثبت نام فرم پر کنید. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من بارها گفتم که دیگه آخرشه. وحدی قالیباف در سال 96 کاری میکنیم هر وقت بازنشستگان در یخچال رو باز کنن پر باشن. چشم. تدارک مراسم حکومتی اربعین، وزیر بهداشت درباره خطر گرمازدگی و وبا هشدار داد. دیگه الان بعد روی من وقت کنم صحبت میکنم دیگه، الان به چه روزی افتن که اتفاق افتاده و الی آخر. خب کلیپ بعدی در مورد زن رجای شهر و بحث چینی ها و کشوری صحبت کنم. بی حالی منو به حالی خودتون ببخشید. ایام بخون و دوتون خوش.